بهتون بخیر جناب کوثر. خوزستان در واقع از جمله مناطق کشور هست که خب مخصوصا در یکی دو سال گذشته به شدت با بحران خشکسالی مواجه بوده و ما حوادث سال گذشته رو داشتیم متاسفانه. این هشدار در این مقطع از سال نیمه اردیبهشت، این که آب سد کرخه ته کشیده و نهایتاً تا آذر تمام خواهد شد، دقیقاً چه چیزی رو هشدار میده؟ ما چه سال آبی رو باید پیش رو داشته باشیم؟ چه تابستانی رو در این استان؟ درود بر شما. این که ما فکر بکنیم که هر آنچه بر سر خوزستان و حوزه های آبریز رودهای بزرگی مثل کرخه و کارون و دز و بقیه میاد به خاطر تغییرات اقلیمی هست، نادیده گرفتن نقش در حقیقت حکومت هست در تخریب محیط زیست. ما خشکسالی که در منطقه جنوب غرب کشور و مثل بقیه قسمت‌های کشور داریم انسان ساخته است بخش عمده‌اش. بدون توجه به منابع، بدون توجه به محیط زیست پروژه‌هایی رو اجرا کردن که باعث شده مردم و محیط زیست آسیب ببینن. این که الان در این موقعیت از سال گفته میشه که وضع رود کرخه خطرناک هست و سد میتونه تا آذر ماه اون بخشی که قابل استحصالش تموم بشه، این هشدار خطرناک است. این بر اساس این پیش بینی هست که در سال آبی آینده ما بارندگی به اندازه لازم رو داشته باشیم که بتونه مشکلات رو حل بکنه. اما در نظر بگیرید الان آبی که ادعا میکنن وجود داره بایستی تأمین کننده آب هورالعظیم باشه، به هورالعظیم نمیرسه به اندازه کافی. در نتیجه حقابه هورالعظیم هم داده نمیشه و هم بسیاری از دامداران و همچنین حیات وحش آسیب می‌بینند و هم به واسطه خشک شدن بخشای از هورالعظیم، گرد و خاک ناشی از خشکیدگی نهایتاً میاد مردم مناطق مختلف خوزستان رو قربانی می‌کنه. جناب کوثر، الان اعلام کردن که کلاً باید کشاورزی در این منطقه متوقف بشه. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه بخشی از مشکل رو حل می‌کنه؟ ببینید، بزرگترین مصرف کننده آب و بزرگترین مصرف کننده منابع آب تجدیدپذیر در کشور ما بخش کشاورزی است که در حقیقت بهره‌وری بسیار پایینی هم داره. اگر بخش قابل توجهی از آب کرخه بعد از سیلاب سال 98 صرف شرطوکاری شد و در حقیقت به هدر رفت بخش عمده از اون، ما الان به موقعیت فعلی رسیدیم که الان صد بخش عمدهش الان خالی شده از آب و پارسال دیدیم که مردم محدوده در حقیقت جنوب غرب خوزستان و تا از سد کرخه تا هورالعظیم چقدر آسیب دیدن به واسطه کمبود آب. امسال اون آسیب بیشتر هم خواهد شد و اینها نتیجه نادیده گرفتن تذکرهایی است که در دولت خاتمی به دولت داده شد، اما شراکت دولت خاتمی و سپاه در ساخت این سد و اصرار برای ساخته شدن اون برای راضی کردن آیت الله خامنه ای منتهی شده که به این شد که الان یک جنایت بزرگ صورت بگیره و این جنایت الان داره گریبان مردم رو میگیره، نه سازندگان و نه مجموعه که پشت اون بودن. حالا ما به عنوان مافیای آب نام میبریم، مهاب قدس، شرکت آب و نیرو، مجموعه که آقایان بالا رونده از دیوار سفارت آمریکا مثل بی‌طرف و زحمتکش و نعیمی پور و بقیه بودن و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا و مجموعه نزدیک به سپاه. این مجموعه ها بلایی به سر محیط زیست ایران آوردن که همچنین داره گریبان هم حیات وحش رو میگیره و هم مردم. جناب کوثر، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، بسیاری در واقع منتظر این بودن که با تجربه سال گذشته، خصوصا وقتی که آقای رئیسی استاندار خوزستان رو تعیین می‌کردن، خیلی تو بوق و کرنا کردن که سابقه وزارت کشاورزی رو دارن ایشون و تو این حوزه تخصص دارن، اما عملا داریم می‌بینیم که امسال هم وضعیت خیلی از سال گذشته بدتر شده. اراده‌ای برای بهتر کردن اوضاع ندارن با توجه به اینکه میدونن امکان داره جنگ بر سر آب در منطقه رخ بده؟ ببینید، در جمهوری اسلامی اراده بر سر سرکوب منتقدان و کارشناسانی که هشدار میدهند نسبت به پروژه‌های مخرب وجود داره. اراده برای از بین بردن راهکارهای منطقی برای مدیریت منابع آب سطحی، آب زیرزمینی وجود داره، اما اراده‌ای برای بهتر کردن وضعیت به هیچ عنوان وجود نداره بر اساس شواهد. و اینکه الان می‌بینیم یک استانداری آوردن که سابقه خوبی هم میتونسته داشته باشه، اما در چارچوبی که بخواد جوابگوی آیت الله خامنه ای باشه که در ابتدای سال اومد تبلیغ کرد که بایستی ما خودکفا بشیم، کشاورزی بکنیم. خب کشاورزی نیاز به آب داره، آب کو؟
و الان اینم در نظر بگیرید که بسیاری از محققین و کارشناسان بهشون تماس گرفته شده که ساکت باشن در مقابل وضعیت پیش آمده و صحبت نکنن، یعنی میخوان مشکل رو در سرکوب متخصصین جستجو کنن. نه، در این چارچوب هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. اگر روزی روزگاری شرایط تغییر کرد، حاکمیت دیگری آمد که منطقی رفتار کرد، شاید بتوان جلوی ضرر بیشتر رو گرفت، وگرنه با این سیستم متاسفانه ما به وضعیت بسیار ناگواری خواهیم رفت که میتونه بخشش هم شامل خشونت بشه و هم درگیری های گسترده. سپاس از شما نیکا هنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس که از واشنگتن با ما بودید.